خب تقریبا بهار تموم شده و نعنوهای من به این بزرگی و بلندی شده و اومدم اینا رو بکنم که خوش بکنیم نگردیم. اینا نعنا فلفلی هستش یا پپرمینت، هم نعنای لیمویی هستش و چند مدل پونه دیگه که قبلا بهتون نشون داده و آموزش داده بودیم کاشته شد. یا مثلا این نعنایی هستش که ریحونیه، این طعمش بین نعنا و ریحونه. اینا رو حالا میکنیم تو آبکش میریزیم و بریم که خشکشون بکنیم. نعنا رو هم همیشه میخوایم بکنیم، هیچ وقت از ریشه در نیاریم، همیشه پایینش بزنیم که دوباره شروع کنه به برگ دادن. وقتی که اگر ریشه درشون بیاریم خوش میشن. نعنا گیاه چند سال است، فرق میکنه با سبزی خوردنهای دیگه. مثلا شاهی و ریحون و اینا رو میتونیم بزنیم، ولی مثلا تره خودش 2 سال است، جعفری 2 سال است. گیشنیز رو باز میتونیم از ریشه در بیاریم، ولی اینا رو حواستون باشه، نعنا رو مثلا در نیاریم. تربچه مثلا همون 1 سال که میکاریم همونه. اینا رو من میکنم و بعد میبریم بشوریم و میزنم که خوش بشه. بهتون یاد میدم چیکار کنیم که هم برگاش سبز بمونه هم که عطرش از دست نده. خب اینم نعنایی که کاشتیم، یه آبکش خیلی پر بزرگ شد. در واقع همهشون پونن دیگه، گونه های مختلف 3-4 مدل پونه هست و با نعنای معمولی فرق میکنه. عطرش خیلی عالیه. اینه دقیقا سبزی شما. در واقع خالیواش و پونه و اینجور چیز هست دیگه. خب حالا میریم اینا رو پاک میکنیم، برگ میکنیم و بعد میشوریم و آماده میکنیم برای خوش کردن. کردن نعنا هم خیلی راحته. کافیه که شما این قسمت بالا ساقش رو بگیریم، به صورت برعکس از هم تو پایین بکشین و تمام. کلش هم که اینجور جدا میکنیم، همین راحتی. اوی این ساقهاش خیلی ترده، خوب میشکنه. این شکل ساقه نذاریم بمونه، چون اگر ساقه بمونه باعث بشه که دیرتر برگاه ما خوش بشه، رطوبت رو از اون ساقهش میگیره. موقعی هم که داریم پاک میکنین حتما دقت کنین اون زیر برگا حلزونی چیزی نباشه. این فصل چون پر حلزون هستش تو محوطه و ممکنه اون حلزون بیفته توی همین سبزیاتون. خب نعنامون رو پاک کردیم و به این شکل همشون برگ برگ در اومد. یه نکته مهم دیگه که باید بهتون بگم اینه که اگه میخواین نعناتون یا هر سبزی دیگه که میخواین خوش بکنین سیاه نشه، نباید برگاتون آسیب ببینه، زخمی نباید بشه. برگ باید به صورت کامل باشه. پارگی ببینید اینجوری، مثلا این البته که این کرم خورده حالا از اون چیه، اونجوری اگه باشه باعث میشه که سیاه بشه. پس حواستون باشه که موقعی که دارین پاک میکنین اینا رو بهشون برگا رو آسیب نزنین، پارهشون نکنین، خراب نکنین. اینو مثلا وقتی که پاره بشن شروع میکنم به سیاه شد. مثلا نعنا خیلی حساسه به این مسئله. و نکته دیگه این هستش که نعنا اسانس روغنی داره. وقتی که حرارت ببینه، یعنی زیر نور خورشید باشه یا یه جای گرم اگه باشه، اسانسش از توی برگ تبخیر میشه و عطر کمی به جا میذاره. برای همینه که نعنا رو باید حتما توی سایه به دور از تابش خورشید و حتی بهتر که توی جای تاریک، محیط تاریک، کاملا تاریک و با باد پنکه که خیلی ملایم بهش میتابه، بهش میوزه، میگم میتابه انگار که نوره، اینو خشکش بکنین. و موقعی هم که میشورین حتما باید کاملا خشک بشه، آبش گرفته بشه، بعد پهنش بکنین. حتما هم روی پارچه پهن کنین، روی روزنامه پهن نکنین، چون روزنامه جوهرش سرب داره و ممکن بچسبه بعد برگ و اینا و اجازه مسمومیت بکنه در طولانی مدت. اینا رو نکاتی هستش که باید رعایت بکنیم. اینا رو البته من نمیشورم، من اینکه اینا کاملا تمیزه و خونگی هم هستن، هیچ آفت و کثیفی و غباری هم نداره. ولی اگه مثلا جایی که شما میگیرین گل داره و چیزه، حتما بشورین و آبش رو حسابی بگیرین. بعد که آبش رو گرفتیم خشک و سبزی ها رو پارچه پهنش میکنیم. حالا اینا رو پهن میکنم و با پنکه شروع میکنیم به خشک کردن.
خب به این شکل من اینا رو پک کردم و حدود 24 ساعت گذشته و میبینین که یکم پلاسیده شدم، ولی به هیچ وجه من سیاه شدم نه از اون رنگ سبزیشون از دست دادم، کاملا سبزه. با یه دونه پنکه اینجوری، پنکه پرتاب هستش، با این دارم بهشون یه بواد خیلی ملایمی میدم. خب یادتون باشه بعد از اینکه نعنا رو ما میکنیم یا در واقع هرس میکنیم یه کوددهی هم داشته باشیم. من از کود خفاش استفاده میکنم و باعث میشه که اینا دوباره رشدشون عالی بشه و تقویت بشن. از هر کودی که دارین من استفاده میکنیم، از همون استفاده کنیم براشون برم راحتی. خب نعناهای ما هم دیگه خوش شد، همونجوری که میبینین کاملا سبز مونده، نه که رنگش تیره شده، سبز تیره هستش، سیاه نیست. من بسته به جنس نعنا و پونایی هستش که استفاده کردم، بعضی هاشون رنگش روشن‌تر میشه، بعضی هاش تیره تر. خب ببینم داشتم به این شکل در اومد، همه سبز سبز. اینها رو پر خیلی فوری توی شیشه دردار و بریزیم که رطوبت نگیره. میتونم با آسیاب پودرشون بکنم، یک درمجه درسته نگردم، من درسته نگه میدارم که بهتر. من میخواستم یه ذرهش رو اونجا مثلا فهمی دارم پود بکنم. میتونید دمش بکنید، تو لیوان یه ذرهش بریزید، آب جوش بریزید، بزنید دم بکشه. من معده خیلی عالیه، معده روده، نفت، هضم غذا. این که مثلا تو ماسخ یادتون بریزید خیلی خوشمزه میشه. این راحتی دیگه، بزنید اون همه نعنایی که چیده بودیم شد همین اینقدر. سرش هم حتما یه نایلون چیزی بکشین که رطوبت نکشه. حالا تو تهران و اونجا جای گرم مهم نیست، ولی اونجا که خیلی رطوبت بالاست حتما باید این کار رو بکنیم. هرچه ها سر بسته بشه باز نم میکشه. نم از نم خشکم. نعنا هم جزو گیاهانی هستش که خیلی سریع رشد میکنه. ببین اینا رو من حدود 3 هفته پیش قطع کرده بودیم، یادتون باشه کچل کچل بود، الان قشنگ ببین پر پر شده. بعد از ریشه نباید درشو میداریم. من به همین شکل